تأکید ناتو بر حضور نظامیان از افغانستان پس از سال 2014 تا چند ماه دیگر شمار حضور این نیروها روشن خواهد شد. و هشدار از احتمال عملی نشدن تعهدات جامعه جهانی در افغانستان. نماینده سازمان ملل متحد: حکومت افغانستان برای اجرای این تعهدات باید با فساد مبارزه کند. به نام خداوند یکتا، با عرض سلام به برنامه خبری جهان در شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه سوم حوت سال 1391 خورشیدی برابر است با 21 فوریه سال 2013 میلادی. من فواد امان هستم. ناتو تصمیم نهاییش درباره حضور شمار سربازان این پیمان پس از سال 2014 در افغانستان را تا چند ماه دیگر اعلام میکند. اندرس فوگ راسمونسن دبیرکل ناتو میگوید که این نیروها برای پیشبرد مأموریت مشوردهی و نظامیان افغانستان حضور خواهند داشت. دبیرکل ناتو همچنان از برگزاری یک نشست جهانی درباره انتقال مسئولیت های امنیتی به نظامیان افغانستان در وسط سال روان میلادی خبر میدهد. اندرس فوک راسموسن دبیرکل ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم میگوید که ناتو به جدول زمانی پیشین برای خروج سربازانش از افغانستان متحد است. او میگوید که کشورهای عضو این پیمان در چند ماه آینده روی میزان نیروهای ناتو در مأموریت آموزشی و مشوردهی به نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال 2014 میلادی تصمیم نهایی خواهند گرفت. نخست این که ما به جدول زمانی پیشین متحد هستیم. مأموریت رزمی ایساف در پایان سال 2014 در افغانستان تمام می شود و مأموریت تازه آموزشی ما از جنوری سال 2015 آغاز می گردد. ما هنوز هم در مرحله تحریزی قرار داریم و من انتظار دارم که میزان نیروهای ما در این مأموریت تا چند ماه آینده روشن شود. راسموسن همچنان میگوید که وزیران خارجه 50 کشور عضو مأموریت ایساف فردا روی دستاوردها و چالش‌های پیشرو در مأموریت آینده ایساف در افغانستان گفتگو خواهند کرد. با این هم راسموسن نسبت به توانایی‌های نیروهای امنیتی افغانستان ابراز خوشبینی می‌کند. نسبت به دو سال پیش نیروهای امنیتی افغانستان بزرگتر و بهتر هستند. آنها رهبری تامین امنیت 78% نفوس افغانستان را به عهده گرفتند. در پایان این سال آنها عهده‌گیری تامین امنیت تمام کشور را به دوش می‌گیرند. اندرس فوک راسموسن همچنان نسبت به کاهش بودجه نظامی ناتو ابراز نگرانی میکند و میگوید که بحران اقتصادی در کشورهای عضو این پیمان نباید روی کیفیت آن تاثیر بگذارد. پس از واگذاری بخش زیاد از خاک افغانستان به نیروهای امنیتی افغان، تلفات نیروهای خارجی کاهش یافته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در جریان یک ماه گذشته هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده است، اما در این مدت تلفات نظامیان افغان در مقایسه با گذشته افزایش را نشان می‌دهد. شبکه ABC نیوز آمریکا گفته است که در جریان 30 روز گذشته هیچ یک از نیروهای آمریکایی در افغانستان از بین نرفتند. این شبکه با نقل از مقام های نظامی امریکایی گفته است که این کاهش به دلیل بهبود وضعیت امنیتی نبوده، بلکه حملات شورشیان کاهش یافته است. در جریان 30 روز گذشته یک نیروی امریکایی در افغانستان کشته نشده است و این رقم در جریان 6 سال گذشته به پیشی ندانسته می شود. اما تلفات نظامیان افغانستان به شدت بالا رفته است. به گفته ناتو، نیروهای افغانستان به گونه میانگین در هر ماه 535 کشته و زخمی دارند. در این گزارش گفته شده که برخلاف تلفات نیروهای آمریکایی، تلفات نیروهای افغانستان در این مدت افزایش یافته است، موضوعی که وزارت دفاع ملی آن را به سهمگیری بیشتر نیروهای امنیتی کشور در تامین امنیت پیوند می‌دهد. وزارت دفاع ملی میگوید که در حال حاضر 84% عملیات‌های مستقل در کشور به وسیله ارتش صورت می‌گیرند و امنیت 76% نفوس کشور به دوش این نیروهاست. بیش از 50,000 قوات خارجی که از افغانستان خارج شدند، حال نیروهای گوی ملی جاگزین از اینا شده. این عناصر خود به خود تلفات افزایش میده و هرچند که باز اگر می شش ماه گذشته شما مقایسه کنین با شش ماه سال قبل، ما 0.9% تلفات ما پایین آمده. پرسش اینجاست که آیا با خروج بیشتر نظامیان خارجی از کشور تلفات نیروهای امنیتی بیشتر خواهد شد و چرا حکومت نتوانسته تا کنون راهکار را در این باره روی دست گیرد؟
آنچه که ما نتانستیم تا به امروز خط قرمز را نشان داده نتانستیم. ما نتانستیم از بن تا به بن دوم، ما نتانستیم که آتش حمایت توپچی را به دست بیاریم، آتش حمایت هوایی را به دست بیاریم و سرحدات خود را بسته کرده باشیم. بناً با موجودیت امی خالیگاه ها معلوم دار است که افراد اولاد وطن تلفات به پیشری خود داره. رسانه های امریکایی در حال از کاهش تلفات نیروها در افغانستان خبر دادند که چندی پیش باراک اوباما اعلام کرد که نیروهای امریکایی جنگ علیه طالبان را متوقف میکند، موضوعی که مورد استقبال گرم دولت افغانستان قرار گرفت. معاون پیشین نماینده ملکی ناتو در افغانستان هشدار می‌دهد که اظهارات ضد و نقیض رئیس جمهور کرزی در برابر کشورهای عضو ایساف سبب خواهد شد تا این کشورها افغانستان را فراموش کنند. مارک جاکوبسن از مردم افغانستان می‌خواهد تا شخصی را به عنوان رئیس جمهور خود انتخاب کنند که بتواند هم با جامعه جهانی و هم با مردم افغانستان به گونه مؤثر کار کند. مارک جاکوبسن معاون نماینده ملکی ناتو در افغانستان از سال 2009 تا سال 2011 در مقاله در وبسایت شبکه CNN آمریکا نوشته است که موضع‌گیری رئیس جمهور کرزی سبب فراموشی افغانستان از سوی کشورهای کمک کننده و آمریکا شود. به گفته وی در سال 2010 میلادی رئیس جمهور کرزی در نشست لیزبون و پرتغال آرزوهای دست جمعی مردم افغانستان را برای خودکفایی بیان کرد و از آن زمان به این سو آمریکا و متحدان آن از افغانستان خواستند تا مسئولیت‌های بیشتری را قبول کند. با گفته این مقام ناتو هر دو جهت می دانستند که انتقال مسئولیت های امنیتی در آینده بدون موافقه روی شیوه های آن نه آسان و نه مکمل خواهد بود. با گفته جاکوبسن، حامد کرزی با احساس گفته بود که بلوغ در همکاری های افغانستان و ناتو زمینه را برای بحث روی مسائلی که دشوار دانسته می شوند فراهم می سازد. این مسائل دشوار شامل مسئله بازداشتگاه ها، تلفات غیر نظامیان و فساد اداری بود و با گفته آقای کرزی حل این اختلافات نیاز به همکاری و کار گروهی داشت. اما متاسفانه آقای کرزی کمتر پابند به ماهیت این همکاری و مشارکت باقی مانده است. در نتیجه این مسئله ممکن است تلاش های بین المللی در حمایت از مردم افغانستان تضعیف شود. معاون پیشین ملکی ناتو در این مقاله نوشته است که رئیس جمهور کرزی برخی اوقات به اظهارات تحریک‌آمیز و نادرست پرداخته که به باور آقای جاکوبسن این اظهارات هدف و تلاش‌های جامعه جهانی در افغانستان را زیر پرسش برده است. آقای جاکوبسن ادعا کرده است که برخی ها گفتند که اظهارات ضد غربی آقای کرزی تنها به خاطر جلب رضایت داخلی به ویژه رضایت پشتون‌های جنوب افغانستان است که با باور معاون پیشین ملکی ناتو در افغانستان آنها تصور می‌کنند که رئیس جمهور کرزی تنها بر بنیاد درخواست جامعه جهانی عمل می‌کند. اظهارات غیر منصفانه و غیر مسئولانه وی مبنی بر این که خارجی ها تهدید به جامعه افغانستان هستند و خارجی ها به خانه افغان ها حمله می کنند، اتحاد کشورهای ائتلاف را که برای ظرفیت سازی افغانستان کمک کردند تهدید به تضعیف می کند. جاکوبسن می افزاید افغانستان نیاز به رهبری دارد که به عنوان رئیس دولت آینده این کشور بتواند هم با جامعه جهانی و هم با مردم افغانستان کار کند. او هشدار می‌دهد که ناکامی در این زمینه سبب دست نیافتن مردم افغانستان به صلح خواهد شد. دفتر سازمان ملل متحد در کابل هشدار می‌دهد که اگر حکومت افغانستان اراده سیاسی را در کار مبارزه با فساد پیش نگیرد، تعهدات جامعه جهانی برای این کشور اجرا نخواهد شد. رئیس اداره مبارزه با فساد اداری دفتر سازمان ملل متحد نبود اراده سیاسی حکومت را در کار مبارزه با فساد اداری انتقاد می‌کند و تاکید می‌ورزد که نباید حکومت افغانستان به مقام‌های بلندپایه آلوده به فساد مسئولیت دهد. در همین حال رئیس دارالانشا کمیته مستقل نظارت و بررسی مبارزه با فساد اداری میگوید سندهایی را در اختیار دارد که 50% اعضای شورای ملی در فساد اداری دست دارند. نظیفه محبوبی جزئیات میدهد. مناظری کابل. این برنامه دیشب تناقض‌گویی هایی را در میان اعضای نهادهای مبارزه با فساد اداری گواه بود. اول دوستی که با ما آمده مشمولیش از پیشان تقاضا کردم به حضور نماینده ملت بر ما نمره دوسیه را نمره قضیه را بده پس به نماینده ملت تمام اجرات خود برشان گزارش میتون. اداره محترم لوی سالان مولی هم انکار کرده نمیتونه که دوسیه هایی که ما جور کردیم تحقیق کردیم و مستندسازی کردیم به سالان مولی مواصلت نکرده. و دیدی که حالا گسترش آن در نهادهای کلیدی دولت انتقادهای سخت جامعه جهانی را به همراه شده است. رئیس دفتر مبارزه با فساد اداری دفتر سازمان ملل متحد در کابل نبود اراده سیاسی برای مبارزه با این پدیده را هشدار بر قطع کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان می‌داند. و از رئیس جمهور کرزی می‌خواهد تا زورمندان و حلقه‌های کابینه را که با فساد آلوده هستند به دادگاه معرفی کند.
اگر به این گونه فساد در افغانستان وجود داشته باشد، جامعه جهانی تعهداتش را در برابر افغانستان عملی نخواهد کرد. اشخاص کلیدی و بلندپایه حکومت که در فساد دست دارند باید مسئولیتشان از بین برده شود. دست داشتن مقام‌های بلندپایه حکومت در فساد اداری چیزی نیست که تنها جامعه جهانی از چشم پوشی حکومت افغانستان در برابر آنان انتقاد می‌کند. کمیته مستقل نظارت و بررسی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که شواهدی را در اختیار دارد که 50% اعضای شورای ملی در فساد اداری دست دارند. بیشتر از 50% پارلمانی های ما مفسد هستند. او از شما صدا بلند کرده نمیتونه، شما صدای شما رو بلند کرده نمیتونه، کار کرده نمیتونه. یک لحظه ثابت کرده میتونید بله. 50% به قدر کافی، یعنی در این قسمت سند وجود داره. اگر آدم بخواد تعقیب کنه، اگر وقتی که اداره عالی نظارت بتونه که از لحاظ دارایی های از اونها هم ببینه با ماش که اونها دارن یا با عواید که اومدن و بعد از اون چی کار میکنن و به کجاها رسیدن. از سوی هم ناتوانی و چشم پوشی دادستانی کل در کار رسیدگی به پرونده های فساد پیشگان از معضل اصلی گسترش فساد در نهادهای دولتی در میان اعضای کابینه گفته می شود. ارگان محترم سرانوالی همکار محترم ما اینجا تشریف دارن. یکی از بزرگترین پرابلم ها شده فعلا در افغانستان. در ظرف یک سال یا دو سال که مثلا اینا تجربه دارن، بیشتر از 50 قضیه یعنی تعقیب نشده. در این میان گفته می شود که وجود نهادهای موازی با اداره عالی مبارزه با فساد اداری هم بیشتر به این پدیده افزوده است. به گفته رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، کمیته مستقل نظارت و بررسی مبارزه با فساد اداری یکی از همین اداره های موازی است و بر بنیاد ماده 8 فرمان 61 رئیس جمهور کرزی، این کمیته باید در چوکات اداره عالی مبارزه با فساد اداری فعالیت نماید. اما کمیته مستقل نظارت و بررسی مبارزه با فساد اداری آن را نمیپذیرد. نیمه کسایی که از مبارزه با فساد گپ میزنن خودشان مفسد هستند. فرمان 61 رئیس جمهور میگه که شما باید در چارچوب اداره عالی مبارزه با فساد اداری قرار بگیرید. درست؟ چرا تا هنوز قرار نداره؟ سر فرامین است. چند فرمانشان تطبیق شده؟ یعنی این فرمان قابل تطبیق نیست. این فرمان دمی قسمتش نه، ده اینجا مشکل داشت چون خودشان تشخیص دادن. فرمان رئیس جمهور که یک روز فرمان میتن روز دیگه تطبیق نمیشه. خودش فساد نیست؟ نه. سازمان ملل متحد در حال از عدم ایرادی سیاسی دولت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری هشدار می‌دهد که کشورهای کمک کننده به افغانستان در نشست توکیو نیز ادامه کمک‌هایشان را به افغانستان مشروط به مبارزه جدی حکومت برای از میان برداشتن این پدیده گفتند. شورای عالی صلح یگانه راه حل در افغانستان را برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میداند. معاون این شورا تاکید دارد که برگزاری لوی جرگه و یا هم تفاهم احزاب سیاسی نمیتواند نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مؤثر تمام شود. در همین حال دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی هم بر انتقال مسالمت آمیز قدرت تاکید میورزد. بشیر احمد قاسمی جزئیات میدهد. با آنکه بیش از یک سال با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور باقی مانده، اما از مکنون جریان ها و شخصیت های سیاسی بر برگزاری انتخابات شفاف در کشور تاکید می کنند. معاون شورای عالی صلح در مراسم بزرگداشت از قیام صومعه 1358 مردم کابل در کنار گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت و انتقال مسئولیت های امنیتی، برگزاری انتخابات را یگانه گزینه برای افغانستان می داند. زت است واجد انتخابات په دې مملکت کې دا د دې مملکت د بقا، سلامتی او اقبالات او د نړیوال ټولنې د حضور او حمایت یو ضرورت دی او د افغانستان مسؤلیت دی. انتخابات به کیږي، انتخابات باید وشي. دا ذهنیت څوک ونه لري چې دلته به بله لاره جوړیږي، نه د لویې جرګې لاره جوړیږي، نه د سیاسي ګوندونو په توافق باندې کومه مسله حلیږي. دا انتخابات برای مردم، برای مردم خود احترام داره و با پیشه ملت می رویم و سیاست جمهوری اسلامی داریم. همزمان با این دکتر عبدالله عبدالله هشدار می دهد که حکومت نباید در انتخابات از تقلب کار گیرد و تأکید می کند که ائتلاف ملی افغانستان هیچگاه اجازه نخواهد داد تا در انتخابات از تقلب کار گرفته شود. برای انتقال قدرت سیاسی چی باید صورت بگیرد؟ انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه و سرتاسری. خب اگر من مختصر در مورد وضعیت موجود بگویم، متاسفانه رهبری موجود افغانستان، حکومت حاضر افغانستان باز هم نشان داده که متعهد به انجام این معمول نیست.
یعنی متعهد به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه نیست. این گفته ها در حال است که زمان برگزاری انتخابات در کشور مشخص شده و از مکنون شماری از چهره های سیاسی از احتمال نامزدیشان در انتخابات خبر دادند. پیش از این رئیس جمهور کرزی نیز برگزاری انتخابات در کشور را مهم دانسته و از کنارگیری خود از قدرت در سال 2014 نیز سخن گفته است. فرمانده جدید نیروهای ایساف در شمال میگوید که انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری افغانستان با چالش های امنیتی مواجه نخواهد شد. این فرمانده تاکید میکند تا زمانی که صلح سراسری در افغانستان تامین نشود، جامعه جهانی از این کشور حمایت خواهد کرد. از سوی هم فرمانده پیشین نیروهای ایساف در شمال از توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان خوشبین است. امروز 21 فوریه برابر است با روز جهانی زبان مادری. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که تلاش ها برای غنامندی زبانهای رسمی و حفظ و توسعه زبانهای محلی در کشور جریان دارد. اما برخی از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی با انتقاد از بی‌توجهی حکومت برای بزرگداشت از روز جهانی زبان مادری در افغانستان میگویند که تبعیض زبانی هنوز با عنوان یک معضل در کشور پابرجاست. امروز 3 اوت 21 فوریه برابر است با روز جهانی زبان مادری که 13 سال پیش از امروز از سوی سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نامگذاری شده است. پیدایش روز جهانی زبان مادری به اعتراض دانشجویان بنگلادشی در سال 1952 میلادی برمیگردد که بر بنیاد پیشنهاد این کشور سازمان یونسکو در سال 1999 میلادی 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرد و 188 کشور جهان به شمول افغانستان به آن رأی دادند. مورنه ژبه می خوخیگی. زبان مادری خود را دوست دارم. من زبان آپگی خود را دوست دارم. اما با باور برخی از فعالان جامعه مدنی، بزرگداشت این روز در افغانستان کم رنگ است. صحبت کردن به زبان مادری یکی از حقوق اساسی افراد است. اما متاسفانه حکومت هم در این قسمت کدام تلاش خاصی نکرده، بیشتر شهروندان را درگیر در این مسائل ساخته تا اینکه ذهنشان آزاد بسازند از این مساله. در افغانستان افزون بر دو زبان رسمی فارسی دری و پشتو، گویشوران بیش از 10 زبان دیگر نیز زندگی می کنند. قانون اساسی افغانستان دولت را مکلف می سازد تا برای غنامندی سایر زبانهای رایج در کشور اقدامات لازم مانند فراهمسازی زمینه آموزش و پرورش به این زبانها را روی دست گیرد. بند 3 ماده 16 قانون اساسی دولت برای تقویت و توسعه همه زبانهای افغانستان برنامه‌های مؤثر را طرح و تطبیق می‌کند. اما به باور برخی از فعالان جامعه مدنی، تاکنون هیچ اقدامی در راستای غنامندی و توسعه زبانهای محلی در کشور صورت نگرفته است. حکومت افغانستان کدام اقدام خاص نکرده. از یک طرف دیگر متاسفانه دولتی که ما در یک تنازع زبان‌ها قرار داریم یا افراد به نحوی می‌خواهند که حاکمیت زبان یک زبان را برای یک زبان دیگه تحمیل بکنن، به نظر ما بهترین زمینه و بهترین فرصت است تا از روز جهانی زبان مادری تجلیل شود. در همین حال وزارت‌های فرهنگ و معارف از ایجاد برنامه‌ها برای حفظ و توسعه زبان‌های محلی کشور سخن می‌زنند. وزارت اطلاعات فرهنگ بر رشد زبان‌های مادری اقوام مختلف افغانستان هم توجه کرده و هم کار کرده. زبان وسیله ارزشمند برای دستیابی به تفاهم و همگرایی و یک خزینه فرهنگی برای ملت هاست و امروزه مردم جهان دست کم به 6000 زبان گوناگون تکلم می کنند. کتاب بگذار نفس بکشم نوشته عزیز رویش امروز در کابل بازگشایی شد، اما بازگشایی این کتاب با واکنش تند برخی از هواداران آصف محسنی، یکی از علمای برجسته شیعه روبرو شده است. هواداران آقای محسنی با تجمع اعتراض حین بازگشایی این کتاب میگویند که در این کتاب به شیخ آصف محسنی توهین شده است. این کتاب شامل خاطرات و تحلیل تاریخی است که رویدادهای سال 1357 خورشیدی را تا کنون در بر میگیرد. رئیس بانک مرکزی میگوید که احتمال می رود روند داوطلبی فروش کابل بانک نو اثر گرفته شود. با گفته مسئولان بانک مرکزی، دو شرکت دیگر برای خرید این بانک علاقمند هستند تا در این بانک سرمایه گذاری کنند. در همین حال وزارت مالیه میگوید که شرکت کرول و یک شرکت ترکی میخواهند تا در داوطلبی فروش کابل بانک نو اشتراک کنند، اما هنوز تصمیم نهایی درباره بازنگری روند داوطلبی گرفته نشده است.
برنامه خبری این ساعت ما در همین جا به پایان رسید و از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند نگهدارتان.